به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی. من وحید رحمانی فرد هستم و با یک دوره آموزش جدید از طریق کانال آموزش VR Education چند جلسه رو مهمان شما خواهم بود. دوره هایی که تا کنون در این کانال آموزش قرار دادم بیشتر حول مسائل برنامه نویسی بودن و یک زبان برنامه نویسی یا تکنولوژی خاصی رو با هم بررسی کردیم. اما در این دوره قصد دارم به سراغ سیستم های کنترل نسخه برم و به صورت خاص منظور گیت و بعد از اون گیت هاب رو بررسی کنم. اهمیت سیستم های کنترل نسخه یا همون ورژن کنترل ها امروز خیلی احساس میشه و به نوعی یکی از نیازمندی های ثابت در آگهی های شغلی در حوزه برنامه نویسی این هست که شما باید دانش کافی و مناسب از سیستم های کنترل نسخه داشته باشید. از طرف دیگه، حالا قبل از اینکه با این حوزه و دانش اون آشنا بشین، این رو از من قبول کنید که توسعه سامانه های نرم افزاری امروزی که لا ماشاءالله فیچر دارن و بعد از دیپلوی شدن نیاز به دیباگ مستمر دارن، بعد از اون فیچرهای جدید دوباره میاد و خصوصا وقتی که بحث حالا تیم ورک مطرح میشه روی یک پروژه خاص، ما عملا نمیتونیم بدون استفاده از نرم افزار کنترل نسخه این نرم افزار رو جلو ببریم و اون رو دیولپ کنیم و بعد به مرحله دیپلویمنت برسونیم. در گذشته برنامه نویسان این کار به صورت دستی و گرفتن کپی های مختلف از پروژه که رو کار میکردن انجام میدادن. حالا گذشته منظور شاید 10-15 سال پیش هستش. یک فایل فشرده ایجاد میکردن که حالا روش تاریخ میزدن. دیگه خیلی میخواستن دقیق کار کنن. یه فایل ریدمی هم توی اون قرار میدادن، توضیح میدن که آقا این بکاپ برای چی هست. اولا بیشتر بکاپ از کارشون بود تا اینکه حالا بخواد بحث ورژن کنترل باشه. به صورت خیلی جزئی یکی از حالا فیچرهای ریز در کنترل نسخه رو هم انجام میداد. و خب میگم بیشتر تاکید روی بچه بکاپ گیری بود. اولی مشکل توی روش این بود که آقا حالا شما کپی‌های مختلف از یه پروژه داشتین که خیلی بخشایون شبیه به هم بودن، یه کوچولو مثلا این بکاپ با بکاپ بعدی فرق داشت و حالا شما داشتین فضای خیلی زیادی رو صرف کپی‌های غیر ضروری می‌کردین. حالا خیلی هم فکر کنم تو دنیای حالا نرم افزارها یا ابزارهای کنترل نسخه هم همین کار داره انجام میشه، اما در حقیقت اینجوری نیستش. ما اونجا میایم تغییرات رو ترک میکنیم، بحث کپی گرفتن یا یه اسنپ شات کلی از اون پروژه جاری رو ما نداریم. مشکل اصلی ما این هستش که حالا توی روش سنتی البته وقتی میخوان چند نفر روی پروژه کار کنن و بخش‌های مختلف توسط دیولپرهای مختلف توسعه داده بشه، خب هر کسی اون اسنپشات اولیه از پروژه رو داره، شروع میکنه قسمت خودش رو کار کردن. حالا سینک کردن این بخش‌های مختلف که توسط افراد مختلف انجام شده خودش کلی ماجرا داره. حالا اگر توی بخش‌های کار کرده باشن که زیاد وابستگی به هم نداشته باشن و روی کارم تاثیر نداشته باشن، یکم از این شدت و حدت ماجرا کاسته میشه، اما این خیلی ماجرا داره. حالا اگر تا حالا درگیر شده باشین میدونید، اگر هم من که قبول کنین از من اینو. اولا ما یه مثال معروف داریم که میگه آقا ماست و خیار با دلدارش گرونتر از سلو کباب در میاد. دقیقا همین مثال ما به اینجا میخوره، روش سنتی در مقابل با ابزارهای ورژن کنترل. خب میگم امروز خیلی از برنامه نویسان که در رشته نرم افزار کار میکنه عملا با گیت و ابزارهای اینجوری آشنایی دارن، اما برنامه نویسایی که از سایر رشته ها میان به عنوان مثال رشته های مثلا مخابراتی هستن، کد های الکترونیکی می نویسن، فرض کنید کد های FPGA VHDL چیزای اینجوری، این افراد من هنوز دیدم که واقعا از روش سنتی استفاده میکنن و حالا یه سری کپی میگیرن و ذخیره میکنن، حالا کلی ماجرا ده از این بیاد تو دل اون کپی کنه کار انجام بده. خیلی از این ماجراها زیاده. اگر جزء این دسته از برنامه نویسا هستین یا اینکه حالا کلا با گیت آشنایی ندارین، این دوره آموزشی رو به شما پیشنهاد میکنم حتما نگاه کنید. خب این قسمت اول ما خیلی به درازا کشید، بریم سر وقت این که آقا یکم در تو با گیت صحبت کنیم و ببینیم عملا این گیت چی هستش و چجور میتونه به ما کمک بکنه. قبل از اینکه بخوایم بریم حالا سر وقت ادامه اسلاید ها و این که ببینیم توی دوره چه چیزهایی رو میخوایم بررسی کنیم و کار مقدماتیم رو شروع کنیم، یه شفاف سازی با هم داشته باشیم. گیت یه ابزار کنترل نسخه هستش. خب پس وقتی میگن حالا ورژن کنترل سیستم ها، ورژن کنترل تولز ها، چیزهای اسمای مختلفی که داره، یکیشون گیته. ما ورژن کنترل های مختلفی داریم، مثلا SVN رو داریم، CVS رو داریم، TFS مایکروسافت رو داریم، همشون تقریبا روی یک مفهوم کار میکنن. پس ورژن کنترل یک مفهومه که نیست ابزار برای اون داریم که خب گیت یکی از معروفترین اونها هستش و در دسترس ما هم قرار داره. حالا در رابطه با گیت و گیت ها در ادامه خیلی بیشتر صحبت میکنیم و اصلا ببینیم تو طول این دوره قراره چه کارهایی رو انجام بدیم.
این شفافسازی رو اول کار با هم داشته باشیم که هم ادبیات باشیم و حالا گیج کننده نباشه، بگیم آقا گیت ابزار ورژن کنترل فقط گیت هست. نه، ابزارهای دیگه هست که حالا هر کدوم هم مزایا و معایب خاص خودش داره، ولی گیت یه چیز خوبی است که تقریبا همه جا داره از اون استفاده میشه امروزه. خب حالا که با ابزارهای کنترل ورژن آشنا شدیم، بریم سر وقت سوال اصلی که برای خیلی ها پیش میاد: گیت و گیت هاب چی هست و ربطشون به هم چیه؟ اجازه بدید اول بریم سر وقت گیت و بعد بریم حالا گیت هاب بررسی کنیم. یه سر به سایت گیت بزنیم. آدرس اصلی سایت git-stm هستش که اینجا میتونید برای دانلود امتحان کنید، توی ویدیو دیگه رو بررسی میکنیم. یه جمله اینجا گفته git is a free and open source distributed version control system. این خیلی مهمه، version control system. خب حالا یعنی چی؟ با هم میرسیم بررسی میکنیم. designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency. که حالا گفته از پروژه کوچیک تا بزرگ میتونه با سرعت و حالا اون کارهای بالا هندل کنه برات. این ورژن کنترل سیستمه، حالا مثالش زدیم، شما وقتی روی کدی کار میکنی، حالا اگه کار برنامه نویسی نکرده باشیم، حالا شاید متن تولید کنید، مثلا فایل های متنی که دستخوش تغییر میشن، یه چیز رو میخواید زیاد کنید کم کنید، گفتیم تو روش تونتی هی میومدیم بکاپ میگرفتیم دیگه. اگه بخوام در قالب مثال بگیم اینجوریه که آقا من یه روش مالتیپل فایل داشتم، یه فایل اولیه داشتم، هی شروع میکردم یه چیز اضافه کردم، یه چیز کم کردم، هی اسنپشات های مختلف یا کپی های مختلف دارم میگیرم اینجا، تا نهایت میرسم به فایل فاینالم. این فایل فاینال منه که قراره روش کار کنم. خب اینجا ما هر بار هر تغییری که داشتیم یه کپی از اون فایل گرفتیم. حالا میتونم مثلا تغییرات اینو بیام ببینم چی بوده، خودم باید بررسی کنم دیگه، یعنی ابزاری کمک من نمیکنه. ما گفتیم که یه وقتی حالا مگه فایل اینجا یه دون فایل متنی بود دیگه، وقتی بحث پروژه نرم افزاری داریم انجام میدیم، ما چندین فایل داریم که توی پروژه بزرگ خیلی تعداد فایل هامون زیاد میشه، در حد 200 تا فایل و بیشتر باشه. عملا کنترل کردن با این روشه یکم غیر ممکنه دیگه، حالا نخواهیم بگیم خیلی سخت، غیر ممکنه واقعا. و سلوشن مد نظر ما، یه ایدئال یک برنامه اینه که من یه سینگل فایل داشته باشم، همه چیز تو دل خودش باشه، تغییراتی اگه میخوام مثل قابلیت ترک کردن توی فایل های حالا مایکروسافت ورد هستش، همچین حالتی. این سلوشن ایدئال منه، یعنی از چند فایل برسم به یه فایل که تو دل خودش چه اطلاعاتی داشته باشم. من گفتم مثلا ما اینجا بچا واسه تو روشی که حالا فایل های زیپ تولید میکنیم، فایل ریدمی میذاشتیم، یه سری متا دیتا داریم، این دیتا در رابطه با دیتا می‌مونه، میگفتم مثلا این فایل رو من جو تغییر دادم، اینو اضافه کردم، کامنت میکردم تو دلش، یه سری کارا این تیپی. ورژن کنترل در حقیقت میاد این مدینه فاضله رو در اختیار ما میذاره، میگه شما میتونی یه سینگل فایل داشته باشی که توش خودش در رابطه با خودش دیتا داره، حالا یه سری کارا پشت پرده میکنه ما نمیبینیم. یعنی عملا تو حالا ورژن منیجمنت سیستم یا ورژن کنترل سیستم اسمای مختلف استفاده میکنیم که ببینیم من یه سینگل فایل دارم که تو دل خودش اطلاعات گذشته رو قرار داده، یعنی من یا میتونم بپرم یا برو این نسخه از اینجا میخوام یه چیزی بیارم، نه اصلا برو درفت اولیم از اونجا میخوام یه کاری شروع کنم. و حالا کلی ماجراهای باحال دیگه که وقتی باهاشون آشنا بشیم میبینیم که چقدر میتونه به شما کمک کنه توی دیولپمنت محصولی که دارید روش کار میکنید. پس ما در وی ام اس در نهایت یه دونه سینگل سورس داریم، حالا ممکنه یه پوشه باشه، انتا فایل توش باشه، یه دونه فایل باشه، همه چیز توی یه جا قرار میگیره بچه، همه چیز توی یه جاست و یه سری اطلاعات در مورد اون خود اون ابزار حالا وی ام اس یا وی سی اس در اختیار من میذاره، که حالا معمولا یه پوشه هست هیدن مثلا .git.svm که با همون رو خواهیم دیدش. ما از توی اون میتونیم کنترل کنیم و توی گذر زمان حرکت کنیم، مثلا برگردیم به این نسخه به اون نسخه، اینجا رو اصلا حذف کنیم، حالا اینجا تغییر بدیم، کلی کارا این تیپی که اونها رو با هم خواهیم دید. با این توضیحاتی که خدمتتون ارائه کردم، ابزارهای کنترل ورژن به وجود اومدن تا یکی از بزرگترین حسرت‌های بشر دوپا رو حل کنه. بشر همیشه دوست داشته یه ماشین زمانی اختراع کنه که با اون بتونه در زمان سفر کنه، به گذشته برگرده، اتفاقات رو ببینه، شاید دخل و تصرف هایی ایجاد کنه، برخی کارهایی که اتفاق افتاده رو از بین ببره. این همیشه یک ایدئال بوده و خیلی فیلم سینمایی هم برای اون ایجاد شده. هرچند در دنیای واقعی تا امروز که حالا سال 2022 هستش این اتفاق نیفتاده، اما در دنیای برنامه نویسی به یمن حضور ابزارهای کنترل نسخه ما این قابلیت رو داریم، یک ماشین زمانی در اختیار داریم که هدف اصلی اون همونجور که اینجا نوشتیم Control and tracking of code changes over time.
حالا چون بیشتر حالا پیرامون بحث برنامه نویسی هست، گفتیم کد چنجز اونجا میتونه هر چیزی داشته باشه، مثلا اون فایل مثال داکیومنتی که در سالی گذشته داشتیم، افراد میتونن با داکیومنت ها کار کنن، با هر چیزی که حالا بیشتر ما سراغ کد ها میریم. اینجا اوور تایمش خیلی مسئله است در گذر زمان. پس عملا گیت بچا یه ورژن کنترل سیستمه که یک ابزار لوکالی شما دانلود میکنید برای سیستمتون نصبش میکنید، رایگان هستش برای حالا مدیریت تاریخچه اون کد هایی که دارین و تراکینگ چنجز. حالا یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید بیاید دو تا نسخه از کد هاتون رو با هم مقایسه کنید، ببینید چه تغییراتی داشتین در اون نسخه و این نسخه که الان دارین، حالا نسخه دو ماه پیشتون و الان، که این یه قابلیت خیلی خوب هستش و شما میتونید به راحتی از اون بهره ببرید و کل قابلیت های دیگه که حالا بهشون میرسیم. خب این شد مزیت های کلی گیت. اما گیت یه مشکل کلی داره که اینجا بهش اشاره کردیم، به عنوان حالا یکی از ویژگی هاش گفتیم لوکال تولز، و این یه نقطه ضعف بزرگشه. گیت به صورت لوکال داره کار میکنه، روی سیستم شما نصب میشه و اونجا مدیریت رو انجام میده. پس اگه قرار شد یه نفر دیگه بیاد از کدهای شما استفاده کنه، به عنوان مثال یک برانچ از کد شما بگیره، که حالا برانچ هم بعدن توضیح میده خدمتتون، یه برانچ بگیره کد شما رو توسعه بده، مرج کنه کار خودش رو با کار شما، چیزهای این تیپی، رفتارهای این مدلی، این قابلیت توی گیت وجود نداره. و حتی یه نکته دیگه، توی گیت مثلا روی کامپیوترتون نصب کلی نسخه ها رو داشتین، مدیریت کردین، کارتون جلو بود، این کامپیوترتون مشکل براش ایجاد شد چی؟ اولا کل کاری که داشتین و اون تاریخچه‌اش از بین میره. اینجاست که ما گیت هاب رو وارد ماجرا میکنیم. گیت هاب برای حل مشکل لوکال بودن گیت ارائه شده. اما کلی نمونه مشابه با گیت هاب هم داریم. و خب حالا گیت هاب دوباره دقیقا مثل گیت یه نمونه بسیار پرمعروف هستش. حالا مثلا اس وی ان رو داریم در کنار گیت. ولی خب گیت خیلی معروف‌تر و اسمی‌تره. گیت هاب هم یکی از این ابزارهاییه که مشکل لوکال بودن گیت رو داره حل میکنه. و البته یه سری آپشن‌های دیگه رو هم به ما میده. بریم یه سر به گیت هاب بزنیم. خب گفتیم که گیت هاب اومده که مشکل لوکال بودن گیت رو حل کنه. این کار هم به خوبی انجام داده، کمان که امروز میبینید اسمش خیلی سرزبونا هستش و عملا خیلی ها گیت و گیت هاب رو یکی میدونن که در اصل جدا از همدیگه هستن. اما حالا قبل از که بخوام توضیح بدیم، بریم یه سر به سایت گیت هاب بزنیم با آدرس github.com که اینجا باید اکانت ایجاد کنید و بعد این کار خواهیم انجام داد. یه جمله داره گفته where the world builds software. حالا میاد تاکید روی سافتور و حالا سافتور دیولپمنت هست توی دنیای گیت و گیت هاب، اما همونجور که تو مثال دادیم ما توی خیلی از سیستم های دیگه هم از این استفاده کنیم، ولی میاد 99% استفاده هاش روی برنامه نویسی باشه. و اینجا گفته میلیون ها مثلا دیولپر دارن حالا و شرکت ها دارن از این استفاده میکنن برای حالا تولید و حالا اون دیولپمنت و دیپلویمنت کارهاشون از گیت و گیت هاب، و حالا به خصوص گیت هاب اینجا استفاده میشه. وضعیت اصلی گیت هاب بچه ها گفت یه دونه حالا پلتفرم، بزرگترین پلتفرم دیولپمنتی هستش که کلاود بیس هست و ویژگیاش رو در اختیار حالا توسعه دهنده ها قرار میده. یه دونه حالا توی توضیحات اونجا بخونی کلابوریشن پرووایدر هستش. یه شرکت رو فرض کنی که 10 تا دیولپر داره، حالا شرکت ها بزرگ که خیلی بیشتر هستن، قرار روی پروژه کار کنن. اگه قرار باشه با گیت و به صورت لوکال انجام بشه که عملا نشده، اما از طریق گیت ها ما این حالا همکاری یا کلابوریشن رو به صورت کلاود بیس داریمش. یه خوب هم پلن های فری داره که خیلی از ما استفاده میکنیم و طول این دوره هم از اون پلن فریش استفاده خواهیم کرد، و برای شرکت های بزرگ سری حالا پلن های پولی هم داره که ویژگی های رو در اختیار اونها قرار میده، میتونید توی سایت مشاهده کنید. و عملا اینجور میگیم که آقا گیت هاب یه دونه گیت ریپوزیتوری هاستینگ پرووایدر هستش. یعنی من میتونم ریپوزیتوریم رو، اون مخزن اطلاعاتیم رو در گیت هاب ایجاد کنم و افرادی که قرار رو کار کنن حالا به اونجا اساین میشن. این پروژه میتونه اصلا پابلیک باشه، خیلی های دیگه بیان رو کدهای من کار کنن چون روی محیط کلاود بیس قرار گرفته. خود ما میتونیم به کدهای سایرین کانتریبیوشن داشته باشیم، کلابریت کنیم، پروژه ها رو توسعه بدیم با دیدگاه های خودمون، مثلا این کارا رو انجام بدیم. ویژگی خیلی جذابی که به موقع خودش بررسی میکنیم. پس این تفاوت گیت و گیت هاب بود به صورت ابتدایی، امیدوارم که کامل درک کرده باشیم. بریم در اسلاید بعدی سر وقتی که آقا ما تو طول این دوره چه کارهایی رو میخواییم انجام بدیم. خب سرفصل کلی مطالبی که تو این دوره میخواییم با هم بررسی کنیم در 4 قسمت گنجونده میشه. قسمت اول که حالا قسمت آپشنال هستش، بریم سر وقت کامند پرامپت ویندوز یا حالا ترمینالی توی محیط لینوکس و مکینتاش که تقریبا شبیه به هم هستن، و توی ویندوز هم سعی میکنیم از گیت بش استفاده کنیم که هر دوتا رو ببینیم با هم.
آپشنال، اگه بلد هستیم میتونید رها کنید. چرا اینو بررسی میکنیم؟ چون که ما در گیت میایم از خط فرمان استفاده میکنیم، در صورت خط فرمان که شما قشنگ آشنا بشین مفهوم چیه، چه کارهایی داریم انجام میدیم و اینها. ابزارهایی وجود دارن که حالا واسطهای کاربری یا گویی دارن و میتونید شما همین کارهایی که ما داریم با کامند پرامپت انجام میدیم با استفاده از ماوس و اون حالا پنجره‌ها و ویندوهایی که توی سیستم عامل هست انجام بدین، که اینا رو خودتون بعدا میتونید تست کنید. با مفاهیم که آشنا بشین اونجا هم دیگه یه یو آی دیگه، تو یو آی میتونید دنبال اون کار مد نظرتون بگردید. بعد بریم سراغ خود گیت. یه سری مفاهیم پایه‌ای هست بررسی میکنیم، مثل حالا کامیت کردن ها، برانچ گرفتن ها و استاتوس و حالا اون لاگ گرفتن از وضعیتی که داریم. یه سری مطالب اینجوری بررسی میکنیم. بعد بریم سراغ مرج کردن و ریبیز کردن و چیزای این تیپی. یه سری مسائل پیشرفته تر رو با هم بررسی میکنیم. یه سری تغییرات هم در نسخه های مختلف گیت اتفاق افتاده که اونها هم بهشون اشاره میکنیم. بعد از این حالا فصل دومین سر وقت فصل گیت هاب که میام در رابطه با حالا ریپوزیتوری های لوکال و ریموت صحبت میکنیم، چطور اینها رو بیان به هم وصل کنیم، تغییرات رو داشته باشیم، با پول ریکوست داشته میشیم و از راه بحث حالا کلابریشن پارتمون میریم که چطوری ما میتونیم میام دو سه تا دیولپر یا انتا بیشتر از یه دونه دیولپر روی یه ریپوزیتوری کار کنن و بدون مشکل بتونن کارو جلو ببرن. و در نهایت هم میام یه پروژه عملی که حالا یه پروژه در نظر گرفته شده رو میبریم جلو که آقا دو تا دیولپر بیان شروع کنن رو لوکال ریپوزیتوری یه ایجاد کنن، اون رو بفرستن روی ریموت ریپوزیتوری، هر کدومشون کارهای مربوط به خودشون انجام بدن بدون اینکه روی کار اون یکی بخواد ساید افکت ایجاد بشه، اگر کانفلیکت هستش اون رو مرتفع کنن و کل دوره در قالب یک مثال عملی با هم بررسی میکنیم. این حالا کلیت مطالبی است که ما تو این دوره باهاشون درگیر خواهیم شد. خب یکم جلسه امروزمون به درازا کشیده شد، امیدوارم که عزاده شده باشین و از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو کرده باشین. تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.